سند شماره 3 پیام مسئول شورا به دبیر کل ملل متحد دهم ده آذر 1364 خطر بزرگی که جان بیش از ده میلیون دانش آموز ایرانی را در معرض تهدید قرار می دهد. دبیر کل ملل متحد آقای خاویر پرز دو کولار در شرایطی که اجلاس جاری مجمع عمومی ملل متحد مسئله ایران را مورد توجه قرار می دهد و در حالی که اخبار مربوط به تلاش های گسترده رژیم خمینی برای اعزام نیروی انسانی به جبهه ها و اعلام یک هفته بسیج جنگی پنج تا یازده آذر بخش عمده فعالیت های رسانه های خبری و تبلیغاتی رژیم را تشکیل می دهد. توجه شما و کلیه ملل و دول سرد دوست جهان را به خطر بزرگی که جان بیش از ده میلیون دانش آموز ایرانی را در معرض تهدید قرار داده است جلب می کنم. رژیم خمینی که در زمینه بسیج نیروی انسانی برای جنگ به دلیل مقاومت فزاینده و مبارزات مثبت و منفی مردم ایران علیه جنگ و برای صلح و آزادی عملا در بنبست قرار دارد استفاده گسترده از ده میلیون دانش آموز بیگناه ایرانی به عنوان منبع اعزام نیروی انسانی به جبهه های جنگ را رسما در دستور کار قرار داده است. در تاریخ 21 آبان 64 مسئول بسیج سپاه پاسداران خمینی اعلام کرد از دو سال پیش با وزارت آموزش و پرورش در زمینه تأسیس مجتمعهای آموزشی در جپه ها و در مقر تیپ ها و لشکرها ها همه هنگی هایی به عمل آمد که به موجب آن دوازده هزار دانش آموز در مقاطع مختلف امتحانات آخر سال خود را دادند قبلا نیز در سمیناری که به بررسی مسئله جنگ و مشکلات دانش آموزان در جبهه ها اختصاص داشت اکرمی وزیر آموزش و پرورش رژیم خمینی اعلام کرد اولین هدف آموزش و پرورش آن است که تمام قوایش را صرف تچیز و آموزش جنگی ده میلیون دانش آموز کند در همین سمینار رفیق دوست وزیر سپاه پاسداران خمینی گفت در سال 62 در عملیات خیبر 57 درصد نیروهای رزمنده دانش آموز بودند فرمانده سپاه پاسداران خمینی نیز اعلام داشت وزارت آموزش و پرورش سازمان منظمی در جنگ ایجاد نمود و به همین جهت در قرارگاه خاتم الانبیا عضویت رسمی پیدا کرده است. تمامی این اظهارات در مطبوعات رسمی دولتی منتشر شده و نسخه ای از روزنامه حکومتی کیهان 22 آبان 64 که حاوی گزارش سمینار فوق و ذکر است همراه با ترجمه انگلیسی آن پیوست است آقای دبیر کل آیا این قصاوت حیرت آور یعنی طراحی علنی یک دولت برای بکشتن دادن تدریجی بیش از ده میلیون دانش آموز خردسال و بیگناه که باید به صورت انباج انسانی در جنگی که فقط خمینی خواستار ادامه آن است دست دسته بر روی میادین مین روانه شوند در شمار بزرگترین و تختترین جنایات ضد بشری نیست به نام مقاومت عادلانه مردم ایران برای صلح آزادی که تاکنون در قبال سرکوب ضد بشری رژیم خمینی بیش از پنجاه هزار اعدام و بیش از صد و چهل هزار زندانی سیاسی متحمل شده و با یادآوری تعهدات انسانی و بین المللی شما و مجمع عمومی ملل متحد برای ممانعت از این تراژدی هولناک و کشتار سیستماتیک دانش آموزان بیگناه ایران توسط رژیم جنگ طلب و سرکوبگر خمینی استمداد می‌کنم. مسئول شورای ملی مقاومت، مسئول رجوی، ده آذر 1364 رونوشت صلیب سرخ جهانی عفه بین الملل